در قلعه اولوپلوس در دامنه کوههای کلیمانجارو زنان و دختران آواز می‌خوانند و دسترسی به تحفه‌های آب در منطقه را جشن گرفتند. طبق قانون اساسی کنیا، دسترسی به آب حق مدنی هر باشنده این کشور می‌باشد. دسترسی به آب پاک در برخی مناطق دوردست دشوار است. ما چندین کیلومتر برای دسترسی به آب پاک الا سرحد تانزانیا راه می رفتیم و برخی اوقات مردم ما را اذیت می کردن که در کشور دیگر برای گرفتن آب آمدن. ما را می گفتن برای انتقال آب خرها را روان کنید. مردم اینجا بسیار غریب هستند و حیواناتی که منبع مواد غذایی هستند از بیابی می میرند. حتی سبزه بدون آب رشد نمی کند و حیوانات مالدار تاب نمی آورند. به دلیل خشکسالی دوامدار و تغییرات اقلیمی مشکلات دسترسی به آب مشکل شده است. در این میان زنان بیشتر تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتند. بنیاد خیریه آب زندگی در کنیا یک بنیاد خیریه آمریکایی است که برای زنان و دختران برای دسترسی به آب پاک چاه افر میکنند. آب باران را تصفیه میکنند به خاطر که این زنان مسافات زیادی را برای گرفتن آب طی نکنند. به دلیل این که دختران تمام روز را برای گرفتن آب سپری می کردن از رفتن به مکتب باز مانده بودن و شما می بینید شمار زیاد زنان بزرگسال اینجا حتی مکتب نرفتن. به همین خاطر ما می خواستیم تا برای آنها از این طریق کمک کنیم و زندگی آنها را تغییر دهیم. باشندگان این منطقه می گویند پروژه آب در زندگی آنها تغییر بزرگی به وجود آورده است. یعنی کاکوسه ما کلی صادقانه بگویم زندگی ما واقعا بهتر شده است و فرزندان ما به مکتب می روند. ما اینجا احساس میکنیم بهشت است و مشکلی وجود ندارد و ما آب داریم، رخشویی میکنیم. اطفال ما در مکتب آب پاک دارند و ما بیشتر وقت داریم که اینجا را به یک جای بهتر مبدل سازیم و ما خوش هستیم. با تکمیل 25 پروژه مشابه در شماری از قریه های منطقه کاجیادو اکنون 100,000 باشنده از آن مستفید می شوند. یکی از بنیانگذاران این موسسه در کنیا می گوید که کار آنها نتیجه خوب در بر داشته است. مشکل عمده صدرای ما دور شده است. آب داریم و مردم رشد می کنند. این برایم یک رویایی بود که به واقعیت پیوسته است و بهترین چیز در زندگی من است و دیدن این که میوه ها رشد می کنند و مردم پیشرفت خواهند کرد یک معجزه است. آنها میگویند آب زندگی است و برای هر باشنده این منطقه معنی بزرگی دارد. این زنان در حالی که مشغول پایکوبی و سرودخوانی هستند، شمار دیگر در سایر مناطق کنیا هنوز نیاز به آب پاک دارند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.